آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. به نام خداوند بخشاینده مهربان. بینندگان ارجمند، هموطنان گرامی، با تقدیم سلام و ابراز تمنیات قلبی خوشوقت هستیم که از طریق برنامه از گپ گپ میخیزه یک بار دیگر مهمان خانه های شما میشیم. طور که قبلا اعلان کرده بودم، سر از تاریخ اول ماه سپتامبر قرار است که برنامه از گپ گپ میخیزه شام های چهارشنبه مهمان خانه های شما شود. به این دلیل هم با وجود ای که دیروز برنامه داشتم، چون وعده داده بودم بنابراین برنامه از گپ گپ میخیزه به عوض فردا پنجشنبه، امروز چهارشنبه ساعت 7 شام به وقت غرب ایالات متحده امریکا پیشکش حضورتان میگردد. نامی برنامه است از گپ گپ میخیزه. لازم نیست در مورد این برنامه و محتویات این برنامه بیشتر صحبت کنم. اصل سخن امشب و گپ امشب سر سرقت و تاراج و دزدی و چپاول در کشور است که این پدیده ها امروز به یک فرهنگ تبدیل شده، یعنی فرهنگ دزدی، سرقت، چپاول و تاراج که در افغانستان بیداد میکنه. و متاسفانه هیچ روزی نیست که یک حادثه در افغانستان با وقوع نپیونده. دزدی در بانک ها، دزدی در وزارتخانه ها، دزدی در قصر ریاست جمهوری، تاراج بیت المال، سرقت و بیغما بردن آثار تاریخی، غصب زمین، چور و چپاول و بیمبالاتی امروز متاسفانه در افغانستان ما به یک فرهنگ ناهمگون و ناخوشایند تبدیل شده. فرهنگی که در ستیز است، در جنگ است با گذشته مشعشع و شگوفان ما. متاسفانه همچنان که جنگ آبادی ها و افتخارات ما را از بین برد و نابود کرد، یکی از اثرات منفیش تغییر در جامعه افغانی است. از شخص رئیس جمهور افغانستان گرفته تا پایین ترین مامور دولت افغانستان متاسفانه در حق این ملت جفا کردن و جفا هم می کنند. و در تازه ترین مورد دزدی است که در یکی از بانک های خصوصی افغانستان رخ داده. باید به اطلاع شما برسانم که دزدی سرمایه های مردم در افغانستان متوقف نشده است. همین دیشب شبکه تلویزیونی یک گزارش پخش کرد که بر مبنای آن یک کارمند عزیزی بانک بنام شگوفه صالحی بیش از $1,000,000 این بانک را به صورت غیر قانونی به یک بانک خارجی انتقال داده و خود از کشور فرار کرده است. این نشان می دهد که امنیت سرمایه های مردم در بانک ها تأمین نیست. همچنین این امر نشان می دهد که مدیریت یا اداره نظام بانکی با مشکلات مواجه است. یعنی وقتی کارمند یک بانک می تواند $1,000,000,000 را بدزدد، سهامداران که با هیچ مشکلی روبرو نمی شوند.
حالا به خوبی قابل درک است که سهامداران کابل بانک چگونه توانستند یک امپراتوری تقلب را در این بانک راه اندازی کنند. در این امپراتوری سراپا تقلب تخلف کیها نبود و کیها نیست که دست داشتند، از برادر رئیس جمهور گرفته تا برادر معاون رئیس جمهور تا وکلای شورا تا شوهران وکلای شورا و تا آنهایی که دستهایشان تا به آرنج در خون مردم افغانستان آلوده است. اینها سرمایه های مردم را به تاراج بردند. بدون تردید مقامات بانک مرکزی نیز در غارت و چپاول کابل بانک مسئولیت داشتند و باید در این مورد پاسخگو باشند. بیننده های ارجمند، هموطنان گرامی، با هم به گزارش ویدیویی گوش میتیم و این گزارش ویدیویی را به تماشا می نشینیم که تلویزیون یک در سرویس خبری امروز خود آن را پخش کرده است. با ما باشید. هنوز نگرانی ها از چگونگی بحران کابل بانک و خسارات این بحران به سرمایه کشور پایان نیافته است که از خلاهایی در عزیزی بانک پرده برداشته می شود. شکوفه دختری که پس از چندین سال موفق به دزدیدن 1,200,000 دلار از این بانک و انتقال آن به بیرون از کشور می شود. رئیس پلیس انترپول می گوید که دو تن از همدستان این دختر در امارات متحده عربی نیز گرفتار شده است. رئیس پلیس انترپول می گوید که این گروه چندین بار با شناسنامه های جعلی و نام های مستعار به بیرون از کشور سفر کردند و این خود نشان می دهد که پلیس و حلقات با این دزدان در انتقال این پول همکاری کردند. باز شک است که باز علاقات هم در بیرون هم در داخل کشور، هم دست پولیس بین المللی انترپول هم شک داره که باز علاقات و حتی باز ارگان ها از پولیس هم شاید همکاری کرده باشه با هر پاسپورت ها و با رفت آمد از یا که به هند سفر کرده بودن و به امارات و از یا از هندستان پس به افغانستان یا سفر کردن. این بدون همکاری صورت نمیگرفت. وقتی که مفصله نهایی صادر شد، باز ما میتونیم که راجع به خود بانک و کدام خلاهایی که در وجود موجود بوده و از طریق تحقیقات افشا میشه، باز ما به اساس از او تا اگر لازم باشه با اقدامات میکنیم که از او در آینده جلوگیری نشه. رئیس عزیزی بانک تا اکنون در این باره اظهار نظر نکرده است، اما این دومین بانک خصوصی در کشور است که عرض پوزش به صحبت خود ادامه میتم. طور که گفته آمد، در بسیاری از کشورهای جهان سرمایه های مردم دارای بیمه است. همچنین کسانی در رأس بانک ها قرار دارند که در امور مالی و بانکداری دارای تخصصند و تا مقطع دکترا در این رشته تحصیل کردند. بانک های مرکزی یک سیستم نظارتی قوی در بانک های خصوصی ایجاد کردند، به گونه ای که هیچ کس نمیتواند به صورت غیر قانونی دارایی یک بانک یا سرمایه مردم را به بیرون از کشور انتقال دهد. روشن است که ربودن پول از عزیزی بانک، آن هم به وسیله یک کارمند بدون همکاری مقامات دیگر این بانک، اصلا ممکن نیست. وقتی کسی برای بیرون کردن چند هزار افغانی از بانک باید کپی تذکره خود را ارائه کند و روی چند سند امضا نماید، چگونه ممکن است که کارمند یک بانک به تنهایی و بدون همکاری همکاران و آمرینش پول همان بانک را به صورت غیر قانونی به خارج از کشور انتقال بدهد؟ این نشان می دهد که هم سیستم نظارت بانک مرکزی افغانستان از بانک های خصوصی مشکل دارد و هم در اداره بانک های خصوصی دشواری های جدی موجود است. انتظار این بود که از تجربه کابل بانک درس های لازم گرفته می شد و بانک مرکزی یک سیستم نظارتی کارا برای نظارت از بانک های خصوصی ایجاد می کرد. همچنین باید به بانک های خصوصی فشار لازم اعمال می شد تا
نظام مدیریتی ایشان را بهبود بخشند، اما متاسفانه چنین نشده است. حالا که این حادثه به وقوع پیوسته، لازم است تا تدابیر روی دست گرفته شود که تجربه کابل بانک و یک چاپاول دیگر تکرار نشود. رویدادی که در عزیزی بانک به وقوع پیوست، اعتماد مردم را به نظام بانکداری خصوصی تضعیف می کند. باید کسانی که در این رویداد به نحو دست داشتن محاکمه علنی شوند. باید مقامات بانک مرکزی و بانک های خصوصی مشکل هایی را که در نظام بانکی کشور موجود است به اطلاع مردم برسانند. متاسفانه تا هنوز پول های بغارت رفته از کابل بانک نیز به دست نیامده است. اقارب خانوادگی بلندپایگان حکومت که سهمداران آن بانک، یعنی آن بانک، یعنی بانک یا یعنی کابل بانک بودند، به هیچ محکمه در مورد داستان غارت کابل بانک توضیح ندادند. این امر ادعای را وا داشته است. فکر کنند که در هر چپاول یا در هر چپاول اگر سهمی به مقامات و اقارب مقامات بلندپایه داده شود، مورد تعقیب قانونی قرار نمی گیرد. اگر قضیه کابل بانک تا حال به صورت عادلانه فیصله می شد و پولهای بغارت رفته آن برگردانده می شد، امروز کسی جرأت نمی کرد تا از بانکی دیگر پول بدزدد. حالا می رویم و این ویدیو کلیپ مشاهده می کنیم. با ما باشید. اثرات این بحران به سرمایه کشور پایان نیافته است که از خلاهایی در عزیزی بانک پرده برداشته می شود. شکوفه دختری که پس از چندین سال موفق به دزدیدن 1,200,000 دلار از این بانک و انتقال آن به بیرون از کشور می شود. رئیس پلیس انترپول می گوید که دو تن از همدستان این دختر در امارات متحده عربی نیز گرفتار شده است. رئیس پلیس انترپول می گوید که این گروه چندین بار با شناسنامه های جعلی و نام های مستعار به بیرون از کشور سفر کردند و این خود نشان می دهد که پلیس و حلقات با این دزدان در انتقال این پول همکاری کردند. باز شک است که باز رئیس باز علاقات هم در بیرون هم در داخل کشور هم دست پلیس بین المللی انترپول هم شک داره که باز علاقات و حتی باز ارگان ها از پلیس هم شاید همکاری کرده باشه با هر پاسپورت ها و با رفت آمد از یا که به هند سفر کرده بودن و به امارات و از یا از هندستان پس به افغانستان یا سفر کردن. بدون همکاری صورت نمیگرفت. وقتی که مفصل نهایی صادر شد، باز ما میتونیم که راجع به خود بانک و کدام خلاهایی که در وجود موجود بوده و از طریق تحقیقات افشا میشه، باز ما به اساس از او اگر لازم باشه با اقدامات میکنیم که از او در آینده جلوگیری نشه. صحبت از دزدی و چپاول و غارت شد. دزدی فرهنگی، دزدی اقتصادی، دزدی اجتماعی، یعنی دزدی تنها این نیست که شما مال یک آدم دزدی کنین. دزدی او چیزیست که شما حق یک آدم غیر قانونی به تاراج ببرین و چپاول کنین. در افغانستان امروز حتی قرار است که دموکراسی را هم دزدی کنن. طی دو سه روز گذشته بازم میبینیم که یک نمایشنامه تازه در افغانستان برا افتاده. گپ از دزدی شد، گپ از چپاول شد، گپ از سرقت شد، گپ از تاراج شد، یعنی از گپ خیست. توجه فرمایید که به چه ترتیب بازم حکمرانان کابل به چه ترتیب می خواهند دموکراسی و آنچه که مردم افغانستان با آن آشنایی نداشتند اما طی چند سال اخیر اندک با آن آشنایی دارند دزدی می شود و به یغما می رود و آن دموکراسی نیم بند است. همه شاهد هستین و از طریق تلویزیون ها دیدین که دیروز شماری از نمایندگان پارلمان و برخی از نمایندگان شوراهای ولایتی خواستار نقض قانون
اساسی افغانستان شدند. جالب است. شاید در هیچ کشور جهان سابقه نداشته باشد که یک نماینده پارلمان و عضو شورای ولایتی خواستار نقض قانون اساسی شود. نمایندگانی که برای حراست از قانون اساسی سوگند خوردند در یک گردهمایی که در کابل برگزار شد و در آن شماری از سران به اصطلاح قومی، متنفذان و نمایندگان پارلمان حضور داشتند. آنها خواستار آن شدند که انتخابات ریاست جمهوری باید تا سال 2018 به تعویق بیفتد. ظاهراً این جمع ناامنی را بهانه کرده گفتند که در شرایط کنونی به دلیل ناامنی امکان برگزاری انتخابات در ولایت و روستاهای ناامن وجود ندارد. با هم می رویم و این گزارش را که رادیو آزادی تهیه کرده با هم مشاهده می کنیم. البته تبصره ما هم ادامه خواهد داشت. تا آمادگی نداریم، نیلم. اول باید تصمیم بگیرند، تمام جور آرامش بگیرند، یک مشکلی مردم را بسازند، بعد از این انتخابات صورت بگیرند. مردم از امنیتشان نامطمئن هستند، انتخابات ممکن نیست. در افغانستان امنیت برقرار شود تا انتخابات سراسری عمل گردد یا این انتخابات تا سال 2018 به تعویق بیفتد. افغانان و در طول مختلف ولایتو مشران او دی ولسونو استازو سهید کن پور سیاسی تلاوی ندرلوده دو ادب درلوده سی په کابل مرکز په پایتخت کې په ادګه ماجد کې دی یو میلون افغانانو په موجودیت کې دا غونډه دایره کې خدا سی په افغانستان کې دی یو میلون نفوس تر جمع کولو دی غونډه دی امنیت دی درلودو امکانات نو او دی تضمین مونږ ته چاره نه کړ نوڅکه چې افغانان مجبور سو او راغلل په دې ممتاز محل وټل په دې لوی سالون کې نن دې لسره خلکو مجموعه تاسو ټول مطبوعات او مسولینو په سترګو باندې ولیدله او ټول دنیاوالو ته او ټول افغانانو ته دا حقیقت فرملای کی چې وګوري په افغانستان کې په سلو کې اتیا فیصد خاوره کې امکان د انتخاباتو نشته. تو 2013 کال پوره تو 2018 پوره معامله باید فزن ولویږي ترغه پوره ان شاء الله الله جل جلاله مې ربان ساته چې خدای په افغانستان کې صلح راولي او خدای په افغانستان کې د سراسری شفاف او سري انتخاباتو زمينه ټول افغانانو ته مساعده کی دا د موږ د ټول افغانانو غږ د ټول ګوتې چې واقعا جالب بود، خنده آور بود و تأسف بار. همه یا بهتر است بگویم اکثرا مربوط یک ولایت افغانستان و به ادای خودشان مربوط یکی از اقوام ساکن در ولایت قندهار. روشن نیست که برگزار کنندگان این گرد همایی از کجا کشف کرده اند که در سال 2018 میلادی امنیت کامل در افغانستان تامین می شود. همچنان سران برگزار کننده این گردهمایی بر چه مبنای بخشتن حق دادند تا بر ضد قانون اساسی کشور موضع گیری کنند؟ آیا این دوستان نمی دانند که در قانون اساسی کشور انتخابات مبنای مشروعیت زعیم و حکومت است؟ در قانون اساسی کشور سال، ماه و روز پایان ماموریت رئیس جمهور کرزی به صراحت آمده است. یعنی پس از اول جوزای سال 1393 هجری خورشیدی زعامت حامد کرزی به حیث رئیس جمهور افغانستان دیگر مشروعیت ندارد. بر مبنای قانون اساسی که شخص رئیس جمهور، وکلای پارلمان، رئیس استرامکمه، لوی سارنوالی و مقامات ارشد دولتی به آن سوگند خورده اند. بنابراین بر مبنای قانون اساسی باید پیش از جوزای سال آینده انتخابات برگزار شود و رئیس جمهور آینده از طریق آرای مردم برگزیده شود.
تمدید ماموریت رئیس جمهور، ایجاد اداره موقت که از ابتکارات گلبدین حکمتیار و عبدالستار سیرت است، برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی هیچ کدام در قانون اساسی کشور جای ندارد. همچنین هیچ کدام این موارد نمیتواند راه حل باشد. کسانی که فکر میکنند با شروع مجدد از صفر به امنیت میرسیم اشتباه میکنند. از گپ میخیزد. باز هم آقای سیرت متاسفانه مجبور استم روی طرح پیشنهادی شما کمی صحبت کنم. یعنی ای که افغانستان باید پس به سال 2001 برگرده و همه چیز از صفر شروع شوه و شما باز هم در شرکت به نام شرکت سهامی بن ابراز نظر فرمایید و نقش آفرینی کنید تا نظامی را که با خون مردم افغانستان به وجود آمده کنار بزنید، تا موضوع انتخابات مد نظر گرفته نشود و با حمایت خارجی ها موضوع حکومت موقت یک بار دیگر احیا شود. تداوم راه 12 ساله جناب آقای سیرت و گلبدین حکمتیار، این صحبت یا این بیان بیشتر متوجه شما هست. تداوم راه 12 ساله شرط رسیدن به ثبات است. اگر می خواهید یا نمی خواهید، اگر خوش هستید یا خفه هستید، کشورهایی که امروز از ثبات امنیتی و سیاسی برخوردارند هیچ کدام در تاریخ معاصرشان دموکراسی را به بهانه امنیت یا چیزهای دیگر تعطیل نکردند و نادیده نگرفتند. به کشور باستانی هند بنگرید بزرگان. این کشور بر مبنای پیشبینی هایی که صورت میگیرد در 3 دهه آینده یکی از قدرت های اقتصادی جهان خواهد بود. این کشور علاوه بر تاریخ باستانیش در حال حاضر سرزمین مادر دموکراسی لقب گرفته است. هند ناامنی، ناآرامی های مذهبی و قومی و بحران های زیادی را پشت سر گذاشته است، اما هیچگاه دموکراسی را چنان که شما به مسخره گرفته اید مسخره نکرده است. هیچگاه در این کشور یک حکومت نظامی روی کار نیامده است. همچنین هیچگاه دوره ماموریت یک زمامدار در این کشور به صورت غیر قانونی تمدید نشده است جناب آقای حامد کرزی رئیس جمهور 12 ساله افغانستان. تعطیل نشدن دموکراسی سبب شد که این کشور یعنی هند آهسته آهسته قدرتمند شود، اما در کشور همسایه یعنی در کشور همسایه مشترک پاکستان دموکراسی بارها و به بهانه های گوناگون تعطیل شده است و نادیده گرفته شده است. در نیم تاریخ 65 ساله پاکستان نظامی ها بران کشور حکمرانی کردند. به همین دلیل است که پاکستان در حال حاضر از هند بسیار عقب مانده است. بحران امنیتی و اقتصادی در آن بیداد می کند و اعتبار جهانی پاکستان به شدت صدمه دیده است. پاکستان به جای این که در این 65 سال پا به پای کشور هند حرکت کند، در یک جا ایستاده و دچار دشواری های جدی شده است. این همه ناشی از نادانی سیاسی در یک کشور است. وقتی دموکراسی نادیده گرفته شد، وقتی حکومت و حکمرانان منبعث از آرای مردم نبود، روابط میان جامعه و فرمان روایان برهم میخورد و بحران عمیق‌تر میشود. کسانی که گرد همایی برگزار میکنند و خواستار تعطیل دموکراسی در کشور میشوند، از تجربه پاکستان باید درس عبرت بگیرند. چه کسی میتواند ثابت کند که با به حال تعلیق درآوردن دموکراسی و حاکمیت قانون و مثلا تمدید ماموریت رئیس جمهور کرزی میتوانیم به امنیت برسیم؟ رئیس جمهور افغانستان به مردم افغانستان وعده های زیادی داده است، سوگند های زیادی خورده است، اما در نهایت دیدیم و مشاهده کردیم که به هیچ یک از وعده های خود
وفا نکرد. از گپ گپ نخیزد باری رئیس جمهور افغانستان گفته بود اگر من فکر کنم نمیتوانم بار این مسئولیت را بر شانه بکشم همان لحظه از مقامم استعفا میکنم. اما آقای کرزی اصلا به فکر استعفا نه بلکه به فکر استمرار ریاست جمهوری خود هستند، زیرا به گفته خودشان حالا که این را به دست آورده ام با سادگی اعلایش نمی کنم. در هیچ جای قانون اساسی افغانستان نوشته نشده است که در صورت ناامنی دموکراسی را نادیده بگیرید و بگذارید تا امنیت تامین شود و آن هم تا سال 2018 میلادی. برگزار کنندگان چنین گرد همایی که بیشتر مربوط یک ولایت افغانستان هستند باید برای تامین امنیت در روستاهای خود به دولت و نیروهای مسلح کشور پیشنهاد بدهند، نه اینکه بعث نماینده های قوم پوپلزایی مربوط حامد کرزی و یا اهالی ورسواله بنام ارغنداب بیایند مجلس برگزار کنند و پیشنهاد نمایند که آقای کرزی تا سال 2018 همچنان بر اریکه قدرت باید تکیه بزنند یا همچنان قدرت را در قبضه خود داشته باشند. آیا این جفا در حق مردم افغانستان نیست؟ آنان که ادعا می کنند سران قومی و کلانهای روستاها هستند، چرا جوانان را که بیش از نیم این کشور را احتوا می کنند نادیده می گیرند؟ چرا زنها را، خانمها را، دخترها را نادیده می گیرند؟ چرا حقوق اکثر مردم، اکثریت مردم افغانستان را نادیده می گیرند؟ آنها باید با استفاده از شناخت و اطلاعاتی که از روستاها و مردم خود دارند پیشنهادهای سازنده برای تامین امنیت به دولت بدهند، نه اینکه خواستار طریق دموکراسی و حاکمیت قانون شوند. طوری که به مشاهده رسید این بار اول نیست که سر و صداهای تنها از ولایت قندهار و مربوط یک قوم در مورد استمرار ریاست جمهوری افغانستان برآمیخته. سر و صداهای از این دست قبل از این هم از ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار شنیده شده بود که در رأسش شخصی به نام راتب پوپل پسر عمه حامد کرزی قرار داشت. این دوستان باید بدانند که تمدید ماموریت یک شخص به بهانه نبود امنیت هیچ سودی ندارد، چون این چیز بحران امنیتی را حل نمی کند. برای حل بحران امنیتی ما به زمامدار نیاز داریم که آرای مردم پشتوانه قدرتش باشد. همچنین حل بحران امنیتی نیازمند ابتکارها و برنامه‌ریزی های بکر و دقیق در عرصه های نظامی، اقتصادی، سیاست خارجی و حکومتداری محلی است. زمامداری که 13 سال حکومت کرد فرصت کافی داشت تا برنامه ریزی کند، ابتکار به خرج دهد و طرحهایش را برای تامین امنیت عملیاتی کند. تمدید ماموریت این زمامدار نمیتواند برای ما امنیت بیاورد. به زمامداران مادام العمر کشورهای عرب زبان نگاه کنید، بنگرید کدام این زمامدارها توانستند برای کشورهایشان امنیت به ارمغان بیاورند. سوریه در آتش می سوزد، عراق درگیر جنگ فرقه‌ای است و لیبیا چند پارچه شده است. دیکتاتورهایی که در همسایگی ما در آسیای میانه به سر میبرند نیز بحران را چون آتش زیر خاکستر در کشورهایشان نگه داشتند. بنابراین تعلیق دموکراسی و جمهوریت در افغانستان راه حل نیست. کسانی که فکر میکنند با تشکیل اداره موقت و حرفای از این دست روند صلح به نتیجه میرسد ارزیابی درستی از وضعیت نداشتند و ندارند. اگر آنها شناخت درست از جامعه افغانستان میداشتند، اگر آنها میدانستند که دموکراسی، آزادی و ارزش‌های قانون اساسی چیست، در آن صورت همچو پیشنهاد ارائه نمی کردند.
این خود دلیل بر ناآگاهی آنها هست. روند به اصطلاح سال زمانی به نتیجه می رسد که افغانستان نیرومند باشد، افغانستان قوی باشد. نیرومندی افغانستان تنها در گرو قدرت نظامی، قوای هوایی، تانک و توپ نیست. وجود زمامداری که رأی مردم مبنای قدرت و نیرویش باشد، مؤلفه قوی در نیرومندی افغانستان است. چون این افغانستان می تواند هم در برابر طالبان با نیرومندی به جنگت و هم می تواند پاکستان را وادار کند تا طالبان را پای